به نام خدا من رئیسی هستم و درس آموزش بیماری های ماهی رو در خدمت شما هستم در جلسه اول یا درس یکم کلیات ماهی شناسی رو مورد بررسی قرار میدیم در ابتدا ببینیم ماهی ها چه تعریفی دارن از لحاظ جهانی از لحاظ دیداری و از لحاظ فیزیولوژیک به چه صورت توصیف میشن اصولا ماهی ها جز مهرهداران قرار میگیرن و یک رده بالاتر از اون در گروه تنابداران قرار میگیرند به عبارتی در قسمت پشتی بدن ستون مهرهایی وجود داره که در برگیرنده نخا یا همان در واقع تناب عصبی هست ما یا تماما آبزی هستند به جای ارگان های حرکتی متداول مثل دست و پا با دارای باله یا فین هستند که خودش حالا هم شکل های متفاوتی میتونه داشته باشه و هم انواع متفاوتی در برخی از ماهی ها های خاصی وجود داره در برخی باله ها به همون شکل متداول سایر ماهی ها هست راجع به این تفاوت صحبت خواهیم کرد ارگان تنفسی ماهی ها، آبشوش هستش یا گلز در واقع خونده میشه و البته ماهی هایی هستن که ماهی های دودمی موسومند ولی به طور کلی ماهی ها اصولا دارای آبشوش هستند و ماهی ها همینطور دارای سکل یا فلس در سطح خارجی بدن هستند. بعضی از ماهی ها تماما بدنشون پوشیده از فلس هستش بعضی ها به شکل نسبی پوشیده از فلس شدن و برخی از ماهی ها اصولا فاقد فلس هستند ولی به طور کلی ما ماهی ها رو موجوداتی میدونیم که داشتن فلس یک از خصوصیات آنها محسوب میشه و اون گروهی که فاقد فلس هستند به نوعی زبن ماهی ها به عنوان استثنا معمولا ذکر میشن خب اگر که به سایت نشنال جیوگرافیک مراجعه بکنیم در اونجا ماهی ها رو توصیف کرده به عنوان موجوداتی که در آب زندگی میکنن داره استخوان پشتی هستند و در گروه vertebrates یا مهرهداران قرار می گیرن صرف نظر از اینکه این, که این مهره ها یا ستون مهره ها استخوانی باشه یا ساختار قذروفی داشته باشه خب شکل شماتیکی از بدن ماهی رو در این تصویر میتونیم ببینیم کلیتی از تصویر یک ماهی رو از منظر عام به ما نشون میده آبشوش ها معمولا پشت ناحیه چشمی و در قسمت سر قرار گرفتن انتهای سر رو برای ما مشخص کنند بالا ها رو در نقاط مختلف بدن میبینیم بدن توضیح خواهم داد که هر کدام چه نامی میگیرند و هر کدام آیا ممکنه دچار مشکلی بشن یا خیر و اگر دچار مشکلی بشن با چه علائمی این ظهور خواهد کرد در روی بدن هم در این ماهی که حالا نمای یک ماهی استخوانی رو نشون میده فلس ها رو به شکل زرهمانند به طوری که روی همدیگر رو میپوشونند میتونیم ببینیم و ناحیه در واقع دومی ماهی همینطور تصاویر دیگری از دو نوع دیگر از ماهی ها رو میتونیم ببینیم که یک نوع ماهی پرورشی است یک نوع از ماهیان جنوب ایران محسوب میشه منظور من این هستش که ممکنه که ماهی ها شکلهای متفاوتی داشته باشند ولی در مفهوم عام با هم همه با هم ماهی خونده میشن و با دیدن اونها تصویر ماهی رو تدایی میکنه امروزه در بین مهرداران یا ورتبریز که خدمتون عرض کردم متنوعترین گروه ماهی هستند 56 درصد مهرهداران ماهی هستند بیش از 30 هزار گونه ماهی امروزه وجود داره در مقابل پرنده ها که 8 درصد مهرهداران رو به خودشون اختصاص میدن دوزیستان 7 درصد خزنده ها 16 درصد و پستانداران صرفا 13 درصد مهرهداران رو به خودشون اختصاص میدن بنابراین بیش از نصف مهرهداران در گروه ماهی ها قرار میگیرند این ماهی ها ممکنه در آبهای شور، آبهای اقیانوسی یا دریاها زندگی بکنند یا در منابع آب شیرین زندگی بکنند. خب به طب بخشی که در آب شور زندگی میکنند جمعیت بیشتری داره. از لحاظ تنوع 58 درصد گونه های ماهی ها در آبهای شور زندگی میکنند و 42 درصد در آبهای شیرین. امروز بر اساس گزارش وبسایت فیش بیس که یک پایگاه داده یا یک دیتابیس محسوب میشه برای ماهی ها 33230 گونه و و ماهی تا به حال کشف و نامگذاری شده. درباره فیش بیس بگم توصیه میکنم وبسایت رو حتما ببینید. اطلاعات همه ماهی هایی که امروزه در دنیا وجود داره در دا این پایگاه داده ذخیره شده. نمونه های ایران هم هست. بر اساس اسم علمی یا بر اساس اسم انگلیسیشون حتی بعضا بر اساس اسم محلی یا اسم لوکال ماهی ها قابل سرچ هستن و تمام خصوصیاتشون رو از لحاظ آناتومیک، تغذیه‌ای یا فیزیولوژی هر آنچه که در این پایگاه وجود داره میتونین پیدا بکنید. وبسایت مشابهی هم وجود داره با نام fishbase.ir که فقط ماهیان ایران رو لیست کرده و اون هم وبسایت جالب توجهیه. اون رو هم پیشنهاد میکنم که حتما ببینید. تنوعی که در ماهیان خدمتتون گفتم وجود داره ممکن از دیدگاه های مختلفی برای ما قابل بررسی باشه. برای مثال از دیدگاه دما، شوری، pH. یا کیفیت آب ماهی ها ممکنه در آبهای سرد زندگی کنند در آبهای سرد قطبی حتی زیر یخ ها زندگی کنند و زنده بمونند تغذیه کنند یا ممکنه در دمای بالای سی درجه سی و پنج درجه مثلا در بندرباس ایران ماهی آفانیوس فرض بکنید و چشمه های آب گرم زندگی بکنه نمونه های از این دست خیلی زیاد هستند ممکنه برخی از ماهی ها از لحاظ تمایل به شوری متفاوت باشند بعضیا در آبهای شیرین یا برخی در آبهای شور زندگی بکنن یا برخی در آبهای لبشور زندگی بکنن از لحاظ تمایل به پی اچ به تب متفاوت هستند تمایل به عمق هستن، بعضی هستند بعضی زی هستند از لحاظ رژیم غذایی همانند سایر موجودات ماهیا رو هم میتونیم طبقه بندی بکنیم بعضیا گوشت خارن یا خارن همه چیز خارن یا ممکنه پلانکتون خار باشن برخی ماهی از ماهیا میدونید از لحاظ رفتاری ممکنه متمایز باشن مهاجر یا غیر مهاجر باشن و خود گونه های مهاجر دوباره ممکنه که تقسیم بندی های ریستری داشته باشه آیا مهاجر به دریا هستند، مهاجر به رودخانه هستند یا اینکه در اقیانوس زندگی میکنن و در همون محیط اقیانوسی مهاجرت میکنن نه به محیط متفاوت ضمن اینکه تفاوت های آناتومی و تفاوت های فیزیولوژیک رو هم بایستی در کنار تغذیه یا محیط زندگی یا رفتار بایستی در نظر بگیرید تصویری که میبینید تفاوت شکلی در گونه های مختلف ماهی رو برای ما داره نشون میده که بسیار متنوع از این ماهی شماره 15 که در گروه دهانگردان قرار میگیره و لامپری هست بگیرید تا ماهی شماره 12 یا مثلا ماهی 21 یا ماهی شماره 4 ببینید چقدر تفاوت یه ماهی ها ممکنه وجود داشته باشه ولی بی اختیار با دیدن همه اینها ما یاد ماهی ها میفتیم ماهی شماره 15 یا لامپری در گروه دهانگردان یک ماهی هستش که اصولا فاقد آروار است و با دهان بادکش مانند به بدن سایر ماهی ها میچسبه و از بدنش تغذیه میکنه. ماهی شماره 22 که یک تصویر خیلی افسانه‌ای داره داره یک ارگان نوری در انتهای این شاخک هست که ماهی های دیگر رو به جلوی دهان این جذب کنه و ازشون به تب تغذیه میکنه. یا مثلا فرض کنید ماهی شماره چهار که سی هورس یا همون اسبک دریایی هست یا شماره 3 که نمونه ای از به احتمال خیلی زیاد فیل ماهی نمونه ای از ماهیان خاویاری هستش که بیشتر توضیح خواهم داد این تنوع نه تنها در شکل کلی ماهی هست ممکنه در اجزاء بدنی هم باشه برای مثال در دهان ماهی ها ماهی که عموما رژیم غذایی متفاوتی دارن شکل دهانی متفاوتی هم دارن برای مثال اگر این ماهی رو ملاحظه بفرمایید دهانش رو به بالا باز میشه به اینها دهان سوپریور گفته میشه یا این ماهی دهانش نیم انتهایی هست این یکی انتهایی در انتهای پوزه باز میشه این یکی ماهی که ماهی خاویاری هست دهانش در سطح شکمی دهان زیرین داره این یکی ماهی دهان حالت مکش کننده دهانی که به جلو میتونه کشیده بشه داره در زمان تغذیه البته فقط این کار رو انجام میده در حالت عادی این بسته هستش یا برای مثال این ماهی که در گروه دهان گردان قرار میگیره یا در واقع بگیم پایین ترین رده تکاملی ماهی ها رو اینها به خودشون اختصاص میدن که نمونه معروفی از اونها لامپری هست که گونه خیلی مهم میشم در دریای خزر زندگی میکنه اینها اصولا آرواره ای ندارن و دهانشون به صورت یک بادکش هست که اون بادکشی که میتونه به بدن سایر ماهی ها متصل بشه و تغذیه رو انجام میده ببینیم چه ماهی های در ایران مهم هستند چه ماهی های پرورشی و چه ماهی های بومی ماهی آزاد دریای خزر یا سالمو کاسپیوس یا کاسپیان تروت یکی از گونه های بسیار مهم هست و در دریای خزر زندگی میکنه اگرچه برای تخمریزی به رودخانه های حاشیه دریای خزر برمیگرده و توی رودخانه تخمریزی میکنه اگرچه امروزه این ماهی جنبه پرورشی هم پیدا کرده یک گونه محافظت شده است ولی به هر صورت به خاطر اینکه در مزارع پرورش ماهی به شکل پراکنده پرورش هم داده میشه مطمئنا بهترین تضمین برای حفظ ذخایر اون خواهد کپور ماهیان دنداندار یا گونه های جنس آفانیوس بسیار بسیار مهمن ارزش تغذیه ای ندارن چون بسیار کوچکن حدود 4-5 سانتیمتر بیشتر طولشون نمیرسه ولی ذخایر ژنتیکی فوق با ارزشی محسوب میشن گونه های متعددی از اونها صرفا در ایران زندگی میکنه و اما ماهیان خاویاری که هم ارزش اقتصادی دارن و هم ذخیره ژنتیکی محسوب میشن برای مثال ماهی آسیپنس پرسیکوس قره برون که صرفا در ایران هست آسیپنسر سلاتوس اوزومبرون آسیپنسر گلدن ستاتی یا ماهی چالباش آسیپنسر نیو دیونتریس یا ماهی شیپ آسیپنسر راتنوس یا ماهی استرلیاد و گونه دیگری به نام هوسو هوسو یا فیل ماهی اینها نمونههایی از ماهیان خاویاری ایران رو تشکیل میدن ماهی آخر شاید بتونیم بگیم که با ارزشترین ماهی خاویاری هست بهترین خاویار و بزرگترین جسته رو در ماهیان خاویاری به خودش اختصاص میده و البته بزرگترین ماهی آب شیرین هم در کل دنیا محسوب برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت fishbase.ir و ادامه جزئیات اون رو دنبال بکنید ماهیان آبهای داخلی و در واقع ادامه URL رو دنبال بکنید اطلاعات تری اونجا درد شده در ادامه از ماهیان آبای داخلی میتونم به جنس کاپوتا اشاره بکنم سیاه ماهی پرورش داده نمیشن جز ماهی های بومی هستند که در رودخانه ها به در مناطق غربی ایران زندگی میکنن یا باربوس ماهی ها که شش گونه از اونها در نقاط مختلفی از ایران در حوزه زاگروس و خوزستان یافت میشن هر دوی گونه هایی که گفتم منتخبی از خانواده کپور ماهیان بودن که مجموعاً 120 گونه رو به خودشون اختصاص میدن ولی چه ماهیایی تو ایران پرورش داده میشه؟ قزلالای رنگین کمان یکی از مهمترین ماهی است که در ایران پرورش داده میشه به لحاظ اینکه مناطق مختلفی از ایران مستعد بوده برای پرورش این ماهی چشمه ها یا رودخانه ها در استان های مختلفی غیر از مناطق مرکزی ایران که خب هوا خیلی گرم هست این ماهی به آب سرد نیاز داره بقیه مناطق تقریبا میتونیم بگیم بخشی از مناطق شرقی ایران بقیه مناطق مزارع متعددی از این ماهی رو به خودشون اختصاص دادن کپور ماهیان چینی دست دومی از ماهیان هستند که پرورش داده میشن در ایران ماهیان خاویاری کم کم رو به افزایش هست پرورششون انواع ماهیان زینتی چه گناه وارداتی چه غیر وارداتی با اهداف مختلفی تجدید نسل یا صرفا سایز کردن و فروختن پرورش داده میشن برخی از ماهیا مثل گونه هایی از کپور ماهیان مثل بنی و شیربو در استان خوزستان به شکل محدود پرورش داده میشن یا سایر کپور ماهی ها که ممکنه کپور سیاه یا لجنخار جاهایی همراه ماهیان دیگر پرورش داده بشن یا اخیرا ماهی تیلاپیا کم کم پرورشش در ایران در استان هایی که فاقد رودخانه یا منابع آبجاری هستند پرورش داده میشه پس ما بیشتر بحثمون در رابطه با بیماری ها راجع به ماهی هایی هستش که در یکی از این دستبندی ها قرار می گیرن گاهن ممکنه به ماهی هایی که در ایران هم وجود نداره سر بزنیم راجب اونها هم صحبت بکنیم این بستگی به بیماری داره که چقدر اون بیماری مهم باشه و اما در مورد کلیات پرورش ماهی اینکه چطور ماهی ها رو پرورش میدن به لحاظ این این مطلب رو مطرح میکنم به خاطر اینکه بسیاری از بیماری ها منشأ مدیریتی دارن و اگر پرورش رو خوب ندونیم به تب در مورد بیماری ها هم اطلاعات کماکان ناقص خواهد درباره پرورش ماهی نموداری که در این اسلاید ملاحظه میفرمایید رشد آبزی پروری جهانی رو داره به ما نشون میده در واقع سیاست کلی فاو رو در قبال سید و پرورش آبزیان داره به ما نشون همونطوری که بخش پایینی نمودار مشخص هست رنگ نارنجی رنگ میزان سید ماهی رو در سالهای مختلف در مقطع زمانی 1990 تا سال 2030 نشون میده به این صورت که در سال 1990 میزان سید ماهی ها کمتر از 100 میلیون تن در سال بوده و بنا هست که تا سال 2030 تقریبا این رقم حفظ بشه کاهش یا افزایشی نداشته باشه به این صورت که ذخایر موجود در طبیعت در اقیانوس ها حفظ بشن ولی خب از طرف دیگه جمعیت کره زمین در حال افزایش هست و نیاز به منابع جدید پروتئینی و از جمله آبزیان به شدت احساس میشه. بر همین اساس تصمیم بر این گرفته شده که همونطور که در رنگ آبی رنگ میبینیم آبزی پروری افزایش پیدا بکنه یعنی اون مازاد نیاز به در واقع پروتئین یا فرورده های آبزی از طریق پرورش و به خصوص در منابع آب شور تأمین بشه به این صورت که در سال 1990 میزان پرورش ماهی حدود 100 میلیون تن بوده و بنا هست که در سال 2030 به دو برابر یعنی به 200 میلیون تن افزایش پیدا بکنه که خب همه اینها اهمیت آبزی پروری رو برای ما بیشتر مشخص میکنه درباره ماهی قزلالای رنگی کمان خدمتتون مطلبی رو عرض بکنم به این صورت که خب این ماهی یکی از ماهی هستش که در ایران به میزان بسیار زیاد و گسترده ای و در همه دنیا البته پرورش داده میشه با نام رینبو تراوت خونده میشه قزلالای رنگین کمان تراوت یعنی قزلالا رینبو یعنی رنگین کمان این ماهی در دو طرف بدنش داره یک تلعلو رنگین کمانی هست که بیشتر به سمت قرمز یعنی بیشتر با رنگ قالب قرمز مشخص میشه به خصوص در پیش مولد و مولدین این به 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 شکل کاملا واضحی قابل مشاهده هست این ماهی از خانواده آزاد ماهیان هست در آمریکای شمالی در کوههای راکی در ایالت بریتیش کلمبیا کانادا زادگاه اصلی این ماهی هست و اگر نقطه دیگری از دنیا یافت بشه که خب اینطور هم هست به لحاظ اینکه پرکندگی جهانی داره همونطور که اینجا هم اشاره شده ماهی غیر بومی محسوب میشه فقط بومی آمریکای شمالی هست و بقیه نقاط دنیا برده شده و اگزاتیک محسوب میشه ماهی هستش که ماهی سردابیه ما اگر بخوایم ماهی ها رو از لحاظ دمای زندگیشون دمای آبی که ترجیح میدن تقسیم بندی بکنیم میتونیم اونها رو به دو دست تقسیم بکنیم ماهی های سردابی و ماهی های گرمابی ماهیان سردابی ماهی هایی هستند که حداکثر 18 درجه دما رو میپسندن دمای ایدهالشون هست و ماهیان گرمابی حداقل 18 درجه پس یک مرز 18 درجه اگر قرار بدیم کمتر از اون رو ماهیان سردابی میگیم و بیشتر از اون رو ماهیان گرمابی میگیم این ماهی البته مهاجره در شرایط طبیعت مهاجرت میکنه از آب شور به آب شیرین و به قسمت های سرچشمه رودخانه مهاجرت میکنه اینجا هم اشاره شده رود رو هست اصطلاحاً یعنی به طور طبیعی در آبهای شور زندگی میکنه در منطقه دریایی و اقیانوسی زندگی میکنه و برای تولید مثل به قسمت سرچشمه رودخانه عظیمت میکنه چرا سرچشمه رو انتخاب میکنه به لحاظ اینکه آب در اونجا بسیار سردتر تمیزتر شفافتر پر اکسیژن و تلاطم ملایمی داره که برای تخمها برای انکوباسیون تخمها برای رشد مراحل جنینی این ماهی بسیار بسیار مناسب است این ماهی وابستگی بسیار زیادی به محیط داره به اکسیژن به دمای آب به آلاینده های آب بسیار بسیار حساسه و بچه های استحصال شده از این ماهی ها بچه ماهی های در واقع این حساسیت رو به میزان بیشتری دارن یکی از دلایلی که این ماهی به در واقع سرچشمه مهاجرت میکنه همین هست و البته دمای خیلی پایین چون تخمهای این ماهی برای رشد مرحله جنینی دمای پایین تری از زیستگاه طبیعی ماهی نیاز دارد پرورش این ماهی در دنیا بسیار گسترده هست به این دلیل که خب این ماهی خیلی خوب غذا میخوره غذای دستی دریافت میکنه رشد بسیار مناسبی داره بازار خوبی داره و پرورشش چندان سخت نیست به خاطر همین در اغلب نقاط دنیا امروزه مشاهده میشه مراحل زیستی آزاد ماهیان رو به طور کلی میبینیم ما غیر از قزلالای رنگی کمان قزلالاهای دیگری هم در دنیا داریم مثلا قزلالای قهوه‌ای یا قزلالای خال قرمز یا قزلالای قطبی و خب به هر صورت آزاد ماهیان اصولا از لایف سایکل یا چرخه زندگی که خدمتتون عرض خواهم کرد تبعیت میکنن در مرحله اول جنس ماده تخم میکنه این در رودخانه در بین سنگها این تخم ریزی انجام میشه جنس نر بر روی اونها سپرم ریزی میکنه و لقاح انجام میشه در شرایط پرورشی خب این کار رو مزرعه دار ماهی در واقع پرورش دهنده ماهی این مخلوط کردن اسپرم و تخمک رو انجام میده بعد از اون تخم بارور میشن لقاح پیدا میکنن جنین شروع به رشد میکنه و ایجاد یک لکه چشمی بر روی تخم ها باعث میشه که از اون به بعد تخم ها رو با نام آید اگ یا تخم چشم زده بنامیم بعد از مدت مشخصی که بستگی به دمای آب داره بچه ماهی دارای کیسه زرد از تخم خارج میشه دلیل وجود این کیسه زرد این هستش که این بچه ماهی اصولا قدرت شنای مناسبی نداره نمیتونه شکار کنه و به تب گرسنه خواهد موند در این صورت وجود این کیسه زرده میتونه بهش کمک بکنه که مدتی رو بی حرکت در بین سنگ ها باقی بمونه و هم امواج آب اون رو آزار ندن و همین که نیازی به شکار کردن و شنا کردن نداشته باشه بعد از اون بچه ماهی نورس و بعد پار که دارای خطوط پارلاین روی بدنش هست دیده میشه و بعدش سمولت که ماهی نقره میشه و آماده مهاجرت و بازگشت از رودخانه به دریا و به نوعی تکمیل سیکل زندگی در محله نهایی یا همون سالمون خواهد شد خب اگر بخوایم این ماهی رو پرورش بدیم به عنوان یکی از اونهای بسیار مهمی که در ایران و دنیا پرورش داده میشه به پارامترهای زیر به آبی با پارامترهای زیر نیاز داریم دمای آب باید از دمای مشخصی باشه ما بین 8 تا 18 درجه سانتیگراد دمایی هستش که برای این ماهی توصیه شده اگر بخوایم یک دامنه بسته‌تر و مناسبتر از دما رو ذکر بکنیم باید از 12 تا 18 درجه رو در نظر بگیریم اکسیژن که بر حسب میلی گرم در لیتر سنجیده میشه حدود 6 دیگه کمتر نباید بشه CO2 آب بالاتر از 10 به هیچ عنوان نبایستی افزایش بده بکنه و سایر پارامترهایی که در آب بایستی مقدارشون رعایت بشه در مورد pH که پارامتر مهمی محسوب میشه 6 و 8 دهم تا 8 و 6 دهم پی اچ میانگین میتونیم بگیم پی خونسا برای ماهی مناسب است و ترکیباتی که ممکنه منجر به تلفات در ماهی بشن به خصوص آمونیاک نیتریت این دو بسیار بسیار مهمه میزان آمونیاک دوصدم صدم پی پی ام نبایستی افزایش پیدا بکنه و میزان نیتریت از یک دهم پی, پی ام نبایستی بیشتر بشه وضعیت تولید این ماهی در ایران به چه صورت هست همونطور که میبینید شیب افزایشی چشمگیری داشته در سال 1380 ما 9000 تن از این ماهی پرورش میدادیم در 84 به حدود 35000 تن رسیدیم و نهایتا در سال 1396 به 165000 حدود 166000 تن دست پیدا کردیم در این تصویر پراکندگی مزارع پرورش ماهی قزلالا رو در ایران می بینید همونطور که مشاهده می کنید تقریبا تمامی مناطق معتدل ایران مناطقی که دارای منابع آب شیرین فراوانتری هست حوزه زاگروز چشمه های و رودخانه های زیادی داره حوزه البرز همینطور شمال غربی کشور همینطور در تمامی این نقاط به خصوص این ناحیه غربی کشور استانهای چهارمحال بختیاری یا کوکیلو بوی رحمت و لورستان تعداد بسیار زیادی مزارع پرورش ماهی زرلا، تأسیس شده ما این ماهی رو در حال پرورش در آب شیرین هستیم و یکی از بزرگترین تولید کننده های غزرالا در دنیا در آب شیرین محسوب میشیم. صرفا مناطق مرکزی کشور و مناطق جنوبی و استان خوزستان که آب و هوای گرمی دارند یا منابع آبی مستعدی ندارند و به منطقه مستعد ماهی نیستند ولی بقیه مناطق کشور میبینید که به میزان زیادی تعداد زیادی از مزارع پرورش ماهی غزرالا در اون نقاط وجود داره. این ماهی رو چطور پرورش میدن؟ به روش های مختلفی ممکنه که این ماهی پرورش داده بشه یکی اینکه در استخرهای خاکی پرورش بدن این ماهی رو که این روش امروزه منسوخ شده و اصولا باید منسوخ شده باشه چون یک روش قدیمی محسوب میشه احتمال بروز بیماری ها زیاد هست و مشکلات مدیریتی خیلی خیلی زیادی داره آب در سیستم های پرورش قزرالا باید مرتبا تعویض بشه استخرا باید مرتبا تمیز بشن که در سیستم خاکی چنین چیزی مقدور نیست استخراج سیمانی طولی یا مستطیلی شکل یک روش بسیار متداول در ایران هست بیش از 90 درصد مزارع پرورش ماهی از این استخرا استفاده می کنند. ممکن این استخرا به شکل گرد یا چند زلی هم ساخته بشه که بهتر هم هست اشاره خواهم کرد دلایلش رو روش دیگری که قزرالا رو میتونیم پرورش بدیم یا ماهی های دیگر رو حتی میتونیم پرورش بدیم پرورش در قفسهای شناور در آب هست این قفسها ها پشت صدها در آب شیرین سازی بشن یا ممکنه در مناطق دریایی رها بشن ولی در هر صورت به خاطر اینکه به زمین نیازی نیست و حجم آب بسیار زیاد است و همیشه در دسترس روش ارزانتر و روش مناسبتری محسوب میشه در روش بعدی یا سواحل محصور روشی هستش که صرفا جهت رفع نیاز خانوارهای محلی ممکنه از این استفاده کنند روش بعدی سیستم مداربسته هست همونطوری از اسمش مشخصه به اینها سیستم سیستم یا recirculation system recirculating system گفته میشه در این روش ها آب تصفیه میشه و مجددا مورد استفاده قرار میگیره این باعث میشه که مقدار خیلی کمی از آب رو مصرف کنیم برای تولید میزان زیادی از ماهی بیشتر صحبت خواهم کرد و نهایتا پرورش دو منظوره ماهی برای مثال در فرض بفرمایید استخراج ذخیره آب کشاورزی امکان چنین کاری وجود داره کشاورزی که استخر ذخیره داره و میتونه مقداری ماهی هم اونجا نگهداری بکنه به تب بایستی تراکم رایت بشه و خیلی زیاد نباشه و تعویض آب هم در حد مناسبی باشه در این تصویر متداول ترین شکل مزارع پرورش ماهی رو میبینیم اون چیزی که بیشتر در ایران دیده میشه همونطوری که مشاهده میکنید برداشت آب از یک منبع آب شیرین برای مثال رودخانه است که توسط یک کانال این آب برداشت شده آب وارد استخرها حالا یک دو یا سه ردیف یا دو ردیف میشه و بعد توسط یک کانال دیگری اون آب خروجی جمع میشه و مجددا ریخته میشه به داخل رودخانه پس یک آب ورودی سپس وارد استخر و بعد آب خروجی اینجا شاید شکل شماتیک ساده تر این رو به ما نشون بده که آب وارد مزرعه میشه و بعد از این طرف دوباره به رودخانه ریخته میشه به تب پارامترهای آب در محل ورودی و محل خروجی خیلی متفاوت خواهند بود pH قطعا تغییر میکنه میزان اکسیژن آب قطعا تغییر میکنه CO2، آمونیاک همه تغییر خواهند کرد. میدونید که ماهی ها آمونیاک دفع میکنن. اصلی تری ماده دفعی ماهی ها آمونیاک هست که خودش مقداری در آب به صورت نیتریت هم در میاد و البته نیتریت سمیتش کمتر از آمونیاک هستش. ولی در هر صورت ما در محل خروجی آبی خواهیم داشت که دیگه پی مناسبی نداره، اکسیژن مناسبی نداره، CO2، آمونیاک، نیتریت مناسب نیستن و این آب مجددا نباید مورد استفاده برای آبزی قرار بگیره. منظورم این هست که مزرعه بعدی بایستی در فاصله مشخصی از این مزرعه پرورش ماهی قرار گرفته باشه وگرنه مزرعه دوم قطعا دچار دو مشکلاتی خواهد شد حداقل این هستش که اگر پارامترهای آب هم فرض محال بکنیم که تغییر زیادی نکنند انتقال بیماری ها رو دیگه نمیتونیم انکار بکنیم اگر مزرعه شماره یک مزرعه که در تصویر میبینیم دچار یک بیماری عفونی بشه باکتری ها و ویروس های بسیار زیادی در حد میلیون ها باکتری یا ویروس به داخل آب آزاد میشن و بلافاصله وارد مزرعه بعدی و بعدی و بعدی خواهند شد این مسئله ای هستش که در برخی مزارع پرورش ماهی در حال حاضر در ایران دیده میشه خب در این اسلاید نمونه ای از مزارع پرورش ماهی با استخرهای سیمانی رو در سمت چپ میبینید استخرهایی که آب از یک طرف وارد میشه و از یک طرف خارج میشه به شکل اتفاقی شخصی هم مشاهده میشه که در حال غذا دادن به ماهی ها به شکل سنتی هست روش دیگری از قضاده ای هم هستش که به شکل اتوماتیک با فیدرها یا غذاده های اتوماتیک انجام میشه در این یکی تصویر استخرهای گرد از جنس فایبرگلاس رو میبینیم این استخرها ممکنه از جنس سیمانی هم امکان ساخت داشته باشن حوضشون این هستش که ورودی دیگه با کانال نیست با لوله هست و هر استخری برای خودش یک لوله ورودی و خروجی مجزا خواهد داشت. در این تصویر که جای صحبت بیشتری داره دو نوع متفاوت و البته هر دو مدرن و امروزی از سیستم پرورش ماهی رو مشاهده می کنیم که آینده مزارع پرورش ماهی در آب شیرین سمت راستی و در آب شور و شاید مقداری آب شیرین به سمت چپی بستگی خواهد داشت ما مشکلات زیست بسیار زیادی در تمام دنیا داریم پدیده گرم شدن کره زمین رو داریم خشک شدن نقاط مختلفی از کره زمین رو داریم یا پدیده کم آبی و خشکسالی رو داریم به خاطر همین مجبوریم از آب استفاده بهینه ای بکنیم و نمیتونیم منابع آب شیرین رو تا ابد به پرورش ماهی ها اختصاص بدیم چون اولویت های دیگری هم در کنار اون وجود دارد به خاطر همین میتونیم بیایم به جای اینکه از رودخانه ها استفاده کنیم که منابع آبی محدودی دارن و احتمال آلودگی دارن ممکنه چشمه ها رو برای مثال در مناطق روستایی به خصوص برای آب آشامیدنی بتونیم استفاده کنیم به جاش مزارع پرورش ماهی رو به محیط های بزرگتر باز و با احتمال کمتر آلودگی منتقل کنیم مثلا مناطق دریایی یا مناطق آب شیرین با وسعت زیاد بسته به گونه ماهی که آیا اون گونه ماهی آب شور تحمل میکنه آب شور تمایل داره یا آب شیرین از طرف دیگه وجود این قفسهای های شناور در آب که ماهی ها در داخل اینها دارن پرورش داده میشن باعث میشه که ما در واقع از نظر وسعت هر فضایی که بخوایم بتونیم در اختیار بگیریم پس میزان تولید به میزان فوق بیشتری افزایش خواهد داشت نیاز به زمین هم موجود نخواهد بود این استخرها این در واقع کیچ ها یا قفس ها ممکنه به شکل گرد یا به شکل مربع ساخته بشن انواع مختلفی دارن و اما در این تصویر چه میبینیم در این تصویر یک سیستم مدار بسته میبینیم مبتنی بر تصفیه آب و بازگردوندن آب به ابتدای مزرعه و استفاده مجدد از اون یعنی به جای اینکه مثلا در اون استخرهای مستطیلی آب از یک طرف وارد میشد از طرف دیگه خارج میشد و وارد رودخانه میشد در این سیستم آب مجددا برگردونده میشه تصویه کامل میشه و مجددا مورد استفاده قرار میگیره این سیستم ها با نام کلوز سیستم یا ریسیکولیتینگ سیستم خونده میشن و محصورن و معمولا در داخل سالن به خاطر حفظ آلودگی به خاطر ایزوله کردن مجموعه درست میشن لوله های خروجی آب رو اگر از اینجا دنبال بکنید ببینید که وارد سیستم تصفیه میشن اول قسمت درام فیلتر که یک فیلتری هستش که مواد فیزیکی معلق در آب رو مثل باقی ماده غذا مثل مدفوع ماهیان رو میگیره بعد آب وارد یک استخری میشه که حاوی بیوفیلترها یا بایوفیلترها هست باکتری هایی که تجزیه کننده آمونیاک آب هستن آمونیاک رو به نیتریت و بعد به نیترات تبدیل میکنند. حتی اگر فرصت کافی اینجا وجود داشته باشه نیترات بعدا تبدیل به نیتروژن میشه و از آب خارج میشه از لحاظ سمیت اول آمونیاک بعد نیتریت سمی هستن برای ماهی نیترات سمیت چندانی نداره و نیتروژن هم که اصولا اصلا سمی نیست بعد از این مرحله آب تحت تابش یووی قرار میگیره اشعه یووی باعث میشه که تمام پاتوژن های آب باکتری ها ویروس ها ها از بین برن و بعد مجددا آب بازگردونده میشه البته یک مرحله اضافه کردن اکسیژن به آب هم بایستی منظور بشه صرف نظر از اینکه چه گونه ای از ماهی پرورش داده میشه بایستی در نظر داشته باشیم که یک سری اصول مهم در مورد همه ماهی ها رایت بشه. کمیت و کیفیت مناسب آب بسیار مهمه. اینکه ما چه حجمی از آب رو در اختیار داریم تعیین میکنه که ما چه میزان ماهی میتونیم تولید بکنیم. کیفیت مناسب آب همینطور اگر که منبع آبی که ما در نظر گرفتیم برای پرورش ماهی کیفیت مناسبی نداره، اکسیژن مناسبی نداره، میزان گازهای محلولش کم یا خیلی زیاد هست، قطعا سیستم پرورشی موفقی نخواهیم داشت اگر در بالادست مزرعی که ما بنا به یک مجموعه پرورش ماهی داریم مزارع دیگری وجود دارند باید همواره این احتمال رو بدیم که احتمال انتقال آلودگی از اونها به مزرعی ما وجود داره از طرف دیگه فاکتور دیگه‌ای که بسیار تعیین کننده است تغذیه است ما نمیتونیم از ماهی هایی که غذای مناسبی دریافت نمیکنند پروتئین مناسبی دریافت نمیکنند یا انرژی کافی دریافت نمیکنند انتظار رشد مناسب داشته باشیم یا انتظار یک سیستم ایمنی مناسب در مقابل بیماری ها داشته باشیم پیشگیری از بیماری ها یک سیاست کلی است که بند بعدی رو تشکیل میده مجموعی از اقداماتی است که ما انجام میدیم جهت اینکه مانع از مجاورت عامل بیماریزا و میزبان یعنی ماهی بشیم خب این میتونه مجموعی از اقدامات باشه میتونه قرنطینه باشه میتونه تهیه ماهی از مراکز سالم باشه میتونه سالم سازی آب خود مجموعه در محل ورودی با سیستم های ای باشه غیر از ماهی غزلالا که خدمتون توضیح دادم ما کپور ماهیان رو هم در ایران پرورش میدیم تصویری که ملاحظه میفرمایید چهار گونه از ماهیان خانواده کپور ماهیان رو نشون میده که تحت عنوان کپور ماهیان چینی خاند میشن زیستگاه اصلی این ماهی ها هم کشور چین هست و در نقاط دیگر دنیا اگر یافت بشن ماهی غیر بومی یا همون اگزاتیک محسوب میشن در ایران هم این ماهی ها سالهای گذشته وارد کشور شدن و در مناطقی که مستعد هست پرورش داده میشن در تصویر بالایی و سمت چپ کپور معمولی رو میبینیم که شاید شناخته شده تر باشه در پایینش کپور نقره‌ای یا فیتوفاگ کپور علفخار یا آمور و کپور سرگنده یا بیگ هد مشاهده میشه رژیم غذایی این ماهی یعنی کپور معمولی همه چیز خاری هست کپور نقره یا فیتوفاگ فیتوپلانکتون میخوره و آمور که اسمش مشخصه علف خار و کپور سرگنده هم زوپلانکتون خار هست برعکس غزلالای رنگی کمان چه کمیت آب، چه کیفیت آب و چه ساختار استخرها در مورد کپور ماهیان کاملا متفاوت است اینجا چیزی که ما مشاهده میکنیم ساختار استخرا هست استخرها در سیستم پرورش ماهیان گرمابی که همون کپور ماهیان هستند که دمای بالای 18 درجه نیاز دارن طبق تعریفی که خدمتتون عرض کردم از جنس استخرای خاکی هست به لحاظ اینکه این, این استخرا بسیار بزرگند و اینکه ما نیاز داریم کدورت رو در داخل اینها افزایش بدیم پلانکتون ها رو افزایش بدیم یا جمعیت گیاهان رو افزایش بدیم و این هم در استخرهای سیمانی اصولا ممکن نیست ماهیان گرمابی رو به چه صورت پرورش میدن به دو شکل کلی اصولا ما میتونیم ماهیان گرمابی رو پرورش بدهیم. یکی اینکه صرفا یک گونه از این ماهیا رو همزمان در استخر داشته باشیم با نام سیستم پرورش تک گونه ای یا مونوکالچر که خدمتتون عرض کردم معمولا فقط کپور معمولی رو به این روش پرورش میدن نه همیشه ولی اغلب کپور معمولی هست در روش دوم پرورش چندگونه ای یا کالچر رو داریم که انواعی از کپور ماهیان رو مورد پرورش قرار میدن اگر بخوایم هر چهار گونه رو همزمان در یک استخر داشته باشیم از این ترکیب جمعیتی بایستی استفاده بکنیم 35 درصد جمعیت رو کپور معمولی انتخاب میکنیم 40 درصد کپور نقره ای یا فیتوفاگ 15 درصد آمور یا کپور علفخار و 10 درصد کپور بیکهد در واقع در داخل استخر رهاسازی میکنه خب این ماهی همونطوری که خدمتتون گفتم غذای دستی غذای فرموله شده دریافت میکنه فیتوفاگ فیتوپلانتون های آب رو میخوره کپور علفخار یا آمور گیاه ها رو استفاده میکنه و بیکت هم زوپلانتون های آب رو استفاده میکنه پس به نوعی یک اکوسیستم کوچک ایجاد میشه که هر ماهی غذای خودش رو داره استفاده میکنه معمولا غذای همدیگر رو غیر از این دو ماهی که در شرایط خاص ممکنه غذای همدیگر رو بخورن این اتفاق معمولا نمیفته اگرچه اون مسئله هم باز بستگی به شکل مدیریتی ما داره یکی از کارهای دیگری که در زمان پرورش ماهی باید انجام بشه حفظ میزان اکسیژن آب هست یا هوادهی آب این کار به روش های مختلفی قابل انجامه یا مثل این روش یک برج حواده درست میکنیم یعنی آب رو با از یک لوله به بالا پمپاژ میکنیم بعد روی سینی های مختلفی ریخته میشه و این حالت بارانی منجر به تنظیم شدن میزان گازهای آب میشه یا اینکه آب رو بر روی یک سطوح پلکانی در داخلش ریزش ایجاد میکنیم و این میزان گازهای آب رو تعمین یکی از کارهای دیگری که برای هوادهی میتونیم انجام بدیم استفاده از حواده ها است. دو نوع از هواده ها رو در این تصویر مشاهده میکنید. یکی هواده موسوم به اسپلش هست که چنین تصویر رو ایجاد میکنه آب رو از زیر به داخل خودش میکشه با استفاده از چرخش پره و از بالا آب رو به شکل قارچی با یک چنین منظری روی استخر خالی میکنه و این منجر به ایجاد تلاتوم و هوادهی میشه معمولا در سیستم های از این هواده استفاده میشه اگرچه در کپور هم قابل استفاده هست نوع دیگری از هواده این هواده ها هستند که با نام هواده های جت یا ایر جت خونده میشن ای در زیر آب دارن که با سرعت بسیار زیادی میچرخه اطراف خودش خلا ایجاد میکنه و این خلا ایجاد شده با هوایی که از بالا کشیده میشه جایگزین میشه بنابراین همانند موتور جت با سرعت بسیار زیادی هوا به داخل آب تزریق میشه در استخرای کپور یا در استخرای پرورش میگو به واسطه اینکه خاکی هستند هواده های جت ممکنه که به کف آب برخورد بکنن، گلالودگی ایجاد بکنن یا مشکلات خاص خودشون رو داشته باشن، از یک چنین هواده هایی استفاده میکنیم که مختص استخرای بزرگ طراحی شدن. بنابراین این این حواده ها که با نام پدل ویل یا چرخ آسیابی خونده میشن برای استخرای کوچک مثل قزلالا امکان استفاده ندارن ولی برای استخرای کپور یا استخرای میگو که استخرای بزرگی هستند کاملا قابل استفاده هستن به این صورت که با یک موتور الکتریکی این پره ها چرخونده میشه و چنین منظره ایجاد میکنه و هوادهی به شکل مناسبی در سطح استخ به طور کامل انجام میشه یکی از کارهای دیگری که بایستی حتما در یک مزرعه پرورش ماهی انجام بشه رقمبندی یا گریدینگ یا سورتینگ هست به این صورت که ما ماهی های بزرگ و ماهی های کوچک رو بایستی از همدیگه جدا کنیم. اگر این کار رو انجام ندیم مشکلات زیادی ایجاد میشه. برای مثال در مورد قزلالا ممکنه ماهی های بزرگتر به ماهی های کوچکتر اصلا اجازه غذا خوردن ندن. چون غزلالا ها در غذا خوردن فوقلاده هریس هستند و به نوعی وقتی غذا رو سطح آب ریخته میشه روی سطح آب تلاطم ایجاد میشه به واسطه حمله ماهی ها به سمت بنابراین اونهایی که بزرگترن مطمئنا به کوچکترها اجازه غذا خوردن نخواهند داد ضمن اینکه نیازهای غذایی ماهیان بزرگتر و ماهیان کوچکتر متفاوته اگر همه اینها رو در یک استخ نگهداری کنیم مطمئنا نمیتونیم تصمیم گیری کنیم که چه نوع غذایی به اینا داده بشه ممکنه ماهیای بزرگتر غذای فرض بفرمایید جی اف تی رو بخوان و ماهیای کوچکتر ممکنه هنوز در مرحله قبلی هنوز در مرحله باقی مونده باشند یا جی اف تی وان رو باید مصرف بکنه بنابراین این رو از هم جدا میکنیم حتی در مورد قزلالا این احتمال وجود داره که اگر که مدت طولانی غذا بهشون داده نشه ممکنه به هم دیگه هم حمله کنن و ماهی بزرگتر ماهی کوچکتر رو بخورن به هر صورت با یه روش خیلی ساده ماهیا رو با ساچوک یا با تور در داخل این محفظه میریزن این صفحات قلتان هستند و ماهی که کوچیک هستن از این عبور میکنن و زیر این محفظه خواهند ریخت من و منتقلشون بکنیم به استخر جداگانه مثلا استخر سمت چپی و ماهیایی که باقی میمونند یعنی درشت هستند خود به خود تخلیه میشن در استخر مجاور یا استخر سمت راست یا میتونیم از روش های ماشینی با مشه های متفاوت و با هدایت ماهی کوچکتر و بزرگتر به مسیرهای مختلف این کار رو انجام بدیم خب به پایان این درس رسیدیم در درس بعدی رفتارشناسی ماهی ها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد